гузоришҳои таҳлилӣ, гуногунии афкор, қаҳрамонҳо ва шаҳрикоршиносон. Иттилои воқеӣ ва муътамад дар барномаи дар маркази таваҷҷӯҳ. Салом алейкум, Фарзонаи Абдулқайс ҳастам бо шумо. Барномаи мазкур бо дастгирии институти никоси ҷанг ва сулҳи Бритониё омода шудааст. Давоми чанд дақиқае, ки дар ихтиёр дорем, дар бораи муҳимтарин масъалаи рӯз суҳбат хоҳем кард. Садҳо марди вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд. Филан, аксарияти муҳоҷирон бо мушкилиҳои гуногун рӯбарӯ гаштанд ва аз ин рӯ наметавонанд ба таври кофӣ ба хонаводаашон маблағ ирсол намоянд. Ин вази ногувор занонро водор кард то онҳо ба саҳро баромада меҳнат кунанд. Имрӯз ин занон на танҳо кор кардан дар саҳроро омӯхтаанд, балки қолабҳои шахшудаеро, ки зан бояд танҳо кори хонаро ба зимма дошта бошаду мард нонавари хона бошад, ба кулли шикастанд. Тафсилоти бештари ин мавзу дар гузориши Орзуи Карим аз вилояти Хатлон. وقتی آراستماه نیاز و ساکنی ناحیه وخش برای نخست شوهرش را به روسیه به مهاجرت مهنتی گسل میکرد 20 سال داشت. اکنون سینش به 40 رسیده و علاکه به نبودن شوهرش عادت کرده است. وقتی اول شوهرش از کارش درآمد خوب داشت، زود زود به وطن بر خبرگیری نزدیکانش می آمد. اما سالهای اخیر کار و فعالیت در روسیه از لحاظ اقتصادی خیلی مشکل شده است. از این رو انتقال مبلغ از جانب مهاجران مهنتی به خانواده هایشان کاهش یافته است. آراستماه مجبور شد که بیلو را به دست گرفته به صحرا براید. با گذشت وقت او توانست در 2 هکتار زمین خوجگی دهقانی تاسیس دهد. همین زنهایی که در همه جهان طرف روسیه شوش رفتگان مبلغشون نمیرسد. محتاج مثال شهرواروشون نمیشوند یا مبلغ روسیه نمیشوند، میوان میخرند. زندگیشو پیش میتونن برده. مثال میآیند ما همش میچنین تیار کلوب میکشوند. یشخو میوان میگیرند میبرند. آراستماه میگوید که بعد چند سال مشکل کار شوهرش بالاخره از روسیه دپورت شد. حالا او در خوجگی دهقانی که همسرش راهبری میکند کار و فعالیت دارد. نه تنها به شوهر و مردهای خانواده شوهر، بلکه برای زنان همده هم جای کار آفریدم، میگوید آراستماه. ای طرف روسیه میآیند، ای کمازو به طرف روسیه میآیند، ای همه جا میچینیم تیار میان میگیرن میبرن. اینا اپای موه میآیند، زمیرا میآیند، مثال می حد همسایه میآیند، همه جا کار میکنن، پای ساکینه میآید، یانگای زهرو می همشون مثال میآیند، اینجا کار میکنن، نشنیده خونه بیان کار کنیم ایسان روستون پیش بزگرم. یگون کار یگون کس نمیشه. محتاج با یگون کس نمیشه. زنان مثل آراستماه در ولایت خطلان کم نیستند. آنها جای مردها رو گرفته با آنهایی که بیکار ماندن جای کار میافرند. سارا امام نظر و رهبر خواجگی دهقانی در ناحیه خراسان بعد زیاد کردن زمین های غلدانگی پالیزی ها رو بیشتر میکند و برای مردها جای کار میافرد. همین در آینده نقشه دارم همین به پالیزی کنیم در زمین همون. به زنهای خانشین تفسیر میتونم که خیلی بیان کار کنن زندگیشان رو میبرن. همین خونه دم ششتن دو بایی هیچی باز بسیار همین مردکا دپور شدگیان خیلی مردکا دم خیلی بد نمیشه. در خونه وقتی که بیان کار کنن یاد دوم برام جنگ و جوشم نمیشه، خیلی دم زندگی آروم میشه. بایوزیدین زکریایف با 4 فرزندش 8 سال در مهاجرتی کاری بود. او با فرزندانش با مشکل اقتصادی دچار شدند و دیگر برای مجوز اجاره خانه و خوردنشان مبلغ کافی به دست آوردن نتوانستند. مجبور به وطن برگشتند، ولی تا آمدن بیازیدین همسر و کلینش برای آنها جای کار آماده کردند. در همجا کار فعالیت میکنیم، زندگی روزگار ایروی همین زمین میگذرانیم. خودمون بچه هامون کلینامون همین سالهای آخر همین زنها بیکار بودن، جای کارم نداشتن. همه کلینام صاحب کار شدگی هم زحمت زنها هست. سری پوری همین گندم باشد، کارتوشکا باشد، کپوستا باشد، پیاز باشد، همه همین زندگی خرسنده انسان اشکمی سیرایو دیگه همین بچه ها هم براه رو براسیه دیگه محتاج هم اوخه نیستن. همینجا زندگی را میوان، روزگار را میگذرونن، خرسندونه در پیش فرزنداشون. ظفر اسماعیلوف کارمند صحرای تشکیلات جمعیتی محبوبکی با زنان کشاورز کار میکند گفت که نظر به سالهای گذشته زنان رهبر در خواجگی های دهقانی بیشتر شده است. اکثر مردها که به مهاجرت مهنتی میرن اساسا کاری صحرا و کاری خانه با زنها وابسته کرده میشن. این رو خود مردها هم همین خیلی وای میکنن
که سردار خواجگی خودی اویلاشون رو زنشون رو همسرشون رو مونده میرون به صحرا. اکثریت زن ها حوزه در صحرا کار میکنن. رحمان علی دولتوف حقوق شناس اتفاق کسبه کارمندان کشاورزی ولایت ختنان کار زنان کشاورز را که قالب شکنی کرده و برای مردای ناکام خود در روسیه جای کار آفریدند خوب بها میدهد. در حقیقت پس از جنگ برادر کشی که در ما شد بیشتر مردان ما به طرف روسیه و مردکاری رفتند، در مهاجرت میباشند، فعالیت میکنند و مبلغ نو چیزی که به اینجا روان میکنند در بیشتر خانه ها در حقیقت مردان نیستند، زنها هستند، لیکن در حالتی که وایها میخواهند که حصه خود را در این کار گذارند و میدان میبرایند برای که وقتی که وایو کار میکنند یک معاش میگیرند که برای فرزندان خود لازم میباشد، لیکن به هر حال میخواهد که از همون جمعیت خفا نماند، برآمده کار میکند. خیر خانه با چیزی چیکار میکنند زن کشاورز؟ برای این برای آدم یک آب و تاب یافتن است. در تاجیکستان زنان معمولا نگاه دارنده گرمی و آسودگی خانواده هستند. اکثرا آنها در آیله شوهر زندگی میکنند و با تربیه فرزندان مشغولند. امکان دریافت حقمز و داشتن حیات مستقل برایشان کم میسر میشود، اما با گفتی کارشناس بهادر عبدالسلام و از تغییر یافته استاده است. از مشاهده ها معلوم است که زنان در ولایت ختلان به خصوص آنهایی که در ساحه کشاورزی کار و فعالیت میکنند قالب شکنی کرده روبر میشوند و جای های مردای مهاجر پر میسازند. بندسای من این زنها را نه آگاهی بیشترشان از حقوق بلکه مشکلی خانواده یعنی فقر و ناداری و کاهش پول مهاجران خصوصا شوهران و فرزندانشان آنها را مجبور میسازند که در ساحه گوناگون به خصوص ساحه کشاورزی فعالیت بیشتر نمایند. زنانی که زمینهای زیادی را زیر دست گرفته برای دیگران جای کار میآفرند و خصوص مردای دپورت شده فقر و ناداری آنها را وادار کرده است که اینجا کار آفرند. خوب است که زنان دیگر منتظر به دستگیری شوهر یا فرزندانشان نمیشوند. طبق اطلاع رسمی در ولایت ختنان در عین زمان 65 خواجگی دهقانی فعالیت دارد که 90% کارمندان آن را زنان تشکیل میدهند. نصف این زنان وظیفه رهبری خواجگی ها را بر دوش دارند. آرزوی کریم، ولایت ختنان. سامیانی گرامی، اگر مربوط به برنامه سوال یا شرح داشته باشید و یا میخواید از مشکل خود حرف زنید، میتوانید با ما با رقم 44-640-11 زنگ زنید. برنامه مذکور با دستگیری سوتی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده بود. باشمو بودم من فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما رو شما میتونید چون همیشگی در صفحه اینترنتی iwpr.net و kabar.az و اینچنین صفحه ما در فیسبوک iwpr تاجیکستان دسترس نمایید. خیر و میخوایم در همین وقت روی همین موج و باز هم باشمو درباره مهمترین مسائل رو صحبت خواهیم کرد.